در این برنامه صفحه دو آخر هفته بررسی همه آرا و تشکیل دولت وحدت ملی، توافق دو نامزد انتخاباتی با پادرمیانی وزیر خارجه امریکا. آیا با این توافق افغانستان از بحران گذشته است؟ و 25 سال بعد از کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، چرا اسرار قتل او همچنان در پرده مانده و فقدان او برای حزبش چه بوده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. این هفته سیاست در افغانستان ظاهراً یک بحران بالقوه خطرناکی را اثر گذراند. کشمکش‌های انتخاباتی در ستاد دو نامزد اصلی که می‌رفت به یک بحران تمام عیار تبدیل شود، با پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا و بعد از دو روز مذاکره بی‌وقفه او با دو طرف مناقشه به توافقی انجام می‌دهد که دارای نکات روشن و نکات مبهم است. بررسی همه آرا با نظارت همه جانبه و تعهد دو طرف به قبول نتیجه آن و تشکیل دولت وحدت ملی از نکات روشن آن است. شکل این دولت، نحوه مشارکت طرفی که برنده نشده و مسئولیت و حدود اختیارات رئیس شورای اجرایی که به گفته آقای محقق معاون انتخاباتی آقای عبدالله قرار است ایجاد شود، نکاتی است که روشن نیست. اینها و موقعیت اپوزیسیون در دولت وحدت ملی موضوعاتی است که در این بخش برنامه با سه مهمان درباره آن صحبت می‌کنم. آقایان حمزه وایزی، نویسنده و پژوهشگر از شهر اسلو، و اینجا در استودیو با من تیمور شاران، استاد دانشگاه، و همکارم داوود قاریزاده. سلام بر همه شما و خوش آمدید به برنامه. قبل از صحبت با مهمانها، مریم افشنگ در گزارشی نگاهی میکند به اختلافاتی که به توافق انجامید و ظاهراً به خیر گذشت. انتخاباتی که درد سرساز شد. عبدالله نامزد معترض میگفت تقلب شده. جان خدا فدایتان میکنم اما حکومت تقلب. اما این مرد توانست در 20 ساعت گفتگو با طرفین دعوا آرامش را به افغانستان بازگرداند. با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه آمریکا، اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو نامزد انتخاباتی دست همدیگر را فشردند و میلیون ها افغان نفس راحتی کشیدند. بررسی 100% آرا تحت نظارت نهادهای بین المللی و پذیرفتن نتیجه نهایی انتخابات از سوی هر دو نامزد از جمله توافقهای به دست آمده در این جلسه بود. توافقی تاریخی که هر دو نامزد پذیرفتند انتخابات بازنده‌ای نداشته باشد و دولت وحدت ملی تشکیل شود. پیشتر ستاد عبدالله نتیجه ابتدایی انتخابات را رد کرد و عده‌ای از هوادارانش به خیابان ریختند. تجمعی اعتراضی که نگرانی هرج و مرج دیگر را دامن زد. اشرف غنی احمدزی هم نامزد رقیب را به زورگویی و قانون شکنی متهم کرد. شهروندان افغان نگران از به خشونت کشیده شدن روند انتقال قدرت و آینده افغانستان. بعد از توافقات محمد محقق معاون عبدالله گفت توافق شده برنده انتخابات رئیس جمهوری کشور و بازنده رئیس اجرایی یا در نقش نخست وزیر ظاهر شود و تا 2 سال آینده تعدیلاتی در قانون اساسی وارد شود و نظام از ریاستی به پارلمانی تغییر کند. اما تا کنون از سوی اشرف غنی احمدزی و ستاد انتخاباتیش جزئیاتی که ستاد آقای عبدالله از آن سخن میگوید داده نشده. توافقات صورت گرفته بین دو نامزد انتخاباتی حکایت از آن دارد که دولت افغانستان از این به بعد اپوزیسیون جدی نخواهد داشت و نامزد بازنده انتخابات در دولت آتی نقش ایفا خواهد کرد. 2 ماه تا انتقال قدرت در افغانستان و اعلام نتایج نهایی انتخابات باقی مانده. مرددان و بدبینان با توجه به سابقه اختلافات و کشمکش‌های سیاسی می‌گویند چه بسا توافقات به دست آمده مسکنی موقت باشد. خوشبینان معتقدند اجرایی شدن توافقات، تشکیل دولت وحدت ملی و در آینده تغییرات پیشبینی شده در قانون اساسی میتواند گامی مفید و مؤثر برای آینده افغانستان باشد. برای مردمی که به امید آینده بهتر تهدید طالبان را به جان خریدند و 2 بار پای صندوق‌های رأی رفتند، انتظار هنوز پایان نیافته و باید چند هفته دیگر هم منتظر بمانند.
گزارش مریم افشنگ بود. داوود، در اون کنفرانس خبری که مسائل مطرح شد، اون جنبه بررسی آرا روشنه. مسئله ای که یه خود مبهمه مسئله تشکیل دولت وحدت ملیه و اون پست مسئول اجراییه. بعد از این کنفرانس خبری دو طرف مذاکره کردن با هم دیگه، آقای عبدالله و آقای احمدزی. ما چیزی میدونیم از این که دقیقاً چه مسائلی رو مطرح کردن؟ قاعدتاً باعث مسئله دولت وحدت ملی بوده باشه. نه، در مورد جزئیات خود این دولت وحدت ملی دو طرف مذاکرات شروع کرده و این مذاکرات است که ادامه خواهد داشت، یعنی دیدارهای رهبران دو ستاد برای آینده های میتونیم بگیم تا نامعلوم، تا یک وقت توافق کلی برسن که دولت وحدت ملی چگونه یک دولت خواهد بود. چیزی که ما میدانیم و روشن است این هست که هر دو طرف روی یک کاغذ امضا کردند که البته بعد از دیدار آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا با دو طرف، و در این کاغذ به سر تشکیل این دولت وحدت ملی اینا توافق کردن، در واقع امضا شدن. ولی این البته آقای اشرف غنی احمدزاده هم گفت ما بر سر چارچوب عمومی دولت وحدت ملی توافق کردیم، بر سر جزئیات باید کار کنیم. دقیقاً ابهام سر جزئیات از این وجود، در واقع هر دو طرف هر دو تا برداشت متفاوت از دولت وحدت ملی دارن. تا جایی که سخنگویان آقای عبدالله آمدن و با رسانه ها صحبت کردن، اینا حرفای متفاوت زدن. مثلا گفتن که معنی وحدت ملی هست که هر دو طرف در هر بخش از دولت سهم خواهند داشت، در تصمیم گیری ها، در تعیین مثلا اعضای کابینه و همینطور مقام های دولتی در هر سطح که باشند. ولی وقتی شما با ستاد آقای اشرف غنی احمدزی صحبت میکنن، برداشت از اونها چیز متفاوته هست. اونها میگن که دولت وحدت ملی درست است که معتقد به این هستن که مشارکت ملی باید وجود داشته باشه، همه طرف ها باید در دولتی که در افغانستان ایجاد میشه اونها هم باید سهم داشته باشن و هیچ کس نباید از این دولت بیرون باشه. ولی اونها میگن که هنوز بحث در مورد از این که قدرت چگونه باید تقسیم شود بین احزاب صورت نگرفته، و اونها میگن بر اساس اصلی که اونها خودشون دارن، مثل ای که باید شایسته باشه کسی که قرار است بیاد در دولت وحدت ملی شرکت میکنن استعدادش داشته باشه، و در واقع امو اصلی که ما در افغانستان همه افغانان در مورد شایسته سالاری که میگن که باید اصل قرار بگیره، این مثلا اینا مطرح میکنن. ولی ای که باید یک پست اجرایی ایجاد شوه، هر دو طرف به این موافق هستند و ایرا آشکارا میگن که درسته یک پست قرار است ایجاد شوه که بالاتر از پست وزارت خواهد بود، و بعد از اون رئیس جمهور در واقع تصمیم میگیره که یک مقدار از صلاحیت های خود بر اساس دستور یا فرمانی که صادر میکنه به کسی که در رأس این پست اجرایی قرار میگیره به اون منتقل میکنه. و همچنین هر دو طرف توافق کردن که ظرف دو سال آینده، بعد از اینکه انتخابات شورای ولایتی برگزار شد که ما در 13 سال گذشته نداشتیم، و قرار است که یک لوی اجرایی قانون اساسی را در واقع رئیس جمهور فرا بخواهد که در این قانون لوی اجرایی قانون اساسی بعد مردم تصمیم خواهند گرفت که آیا پست نخست وزیری ایجاد شود و یا نشود. و حتی در مورد خود از این هم ابهام وجود دارد. طرف آقای عبدالله برداشت متفاوت است و طرف آقای اشرف غنی برداشت. من با صحبتی که با یکی از سخنگویان آقای اشرف غنی داشتم، اونم میگفت که این پست نخست وزیری هم مثل نخست وزیرای کشورهای دیگه مثل بریتانیا یا جاهای دیگه نخواهد بود. در واقع رئیس جمهور میتونه صلاحیت زیر داره که نخست وزیر هم در واقع تعیین کنه و هم برکنار کنه، در واقع ازش کنه. بنابراین این نخست وزیر در واقع از طریق پارلمان نخواهد آمد، یعنی سیستم پارلمانی به اون گونه که طرف ستاد آقای عبدالله معتقد است یا باور داره به اون شکل نخواهد. بسیار خوب آقای شاران، حالا شما اینجا رسیدیم به یک جایی که حداقل توافق شده سر اینکه دولت وحدت ملی تشکیل بشه، چند و چونش دارن با هم صحبت میکنن. شما فکر میکنین که این موضوع میتونه احیانا به یک اختلاف جدیتری تبدیل بشه و اینکه نتونن به هم توافق بکنن باز برگردیم سر جای اولمون، یا اینکه نه اونقدر جلو رفتن که دیگه سر دولت وحدت ملی هم به هر طور که شده به توافق میرسن؟ خب من فکر میکنم که صحبت هایی که شده بسیار ابتدایی هست، اما آنچه مهم هست در ساختاری که در افغانستان به وجود آمده بعد از 2001، این تفاهم اجتناب ناپذیر بود. ما اگر مطالعه کنیم بعد از 2001 چه نوع دولتی در افغانستان به وجود آمده، متوجه میشیم که ما یک دولت شبکه‌ای داریم، چیزی که در تیزیس دکترای خود من روش صحبت کردیم.
افرادی که ساختارهای مشخصی را تحت کنترل خود دارند در بدنه دولت هستند، بدنه بخشی از بخش استراتژیکی از دولت تحت اشغال خود دارند. این نه تنها اردوی ملی، پلیس ملی و بیروکراسی افغانستان است، بلکه در سکتور تجارت و بیزنس اینا هم نقش مهمی را بازی میکنند. اگر شما تجارت نفت، گاز را در افغانستان مطالعه کنید، متوجه میشین که مشخصاً ربط میگیره به شبکه خاصی. بنابراین آنچه که در انتخابات 2014 اتفاق افتاد، در انتخابات و صفبندی هایی که اتفاق افتاد، امی توازن قدرت تا اندازه شکسته شد و کسانی در اینجا مخصوصا ورختای نگران بودند که بعد از حکومتی که احیانا در رأسش اشرف غنی احمدزی بیان، تا چند اندازه اینا توانایی دارن، فرصت ازیر دارن که منافع شخصی شبکه‌ای خود حفظ بتونن، منافع مالی و پولی خود حفظ بتونن. و اینجاست که ما فکر میکنم که این در این ساختار دولت شبکه‌ای اجتناب ناپذیر بود که یک حکومت، چیزی که اینا حالا اشاره میکنن، حکومت وحدت ملی ایجاد نشه. اما این یک پوشش است. آنچه که مهم هست این هست که تا چند اندازه رایزنی ها صورت میگیره بین ازنا. خب روی هر پست کلیدی اینا مجبور هستن که معامله کنن، توافق کنن. بحث هایی که شده، نه تنها ایجاد پست اپوزیسیون روش صحبت شده که پست اپوزیسیون باید در قدرت سهم داشته باشه، حداقل در تعیین پست های کلیدی در سطح دولت و در ولایات باید سهیم باشه. بنابراین آنچه که ما میبینیم به یک معنای یک معامله بزرگی است که اطراف باید به یک تفاهم کلی برسن که منافع سیاسیشان، منافع تجارتیشان تامین و حفظ شود بعد از 2001. بسیار خوب آقای وایزی، حالا با همه مشکلاتی که این دولت وحدت ملی ممکنه احیانا داشته باشه، اونطوری که آقای مشاوران یه مقدارش توضیح دادن، شما فکر می‌کنید در مجموع این تشکیل این دولت وحدت ملی میتونه مثبت باشه در آینده و توسعه دموکراسی در افغانستان؟ ببینید، من فکر می‌کنم که مشکل بعدین ساختار قدرت در افغانستان بحث جایگاه سیاسی این ساختار نیست. یعنی این معنی نیست که ما چون نظام ریاستی داریم بنابراین پیشای تمام مشکلات و بحث‌های سیاسی ناشی از این ساختار تک ساخت هست. مشکل اساسی به نظر من مشکل در واقع چیدمان عناصر قدرت هست. یعنی به این معنی که سهم و سهمیه‌ای که بازیگران قدرت از قدرت سیاسی می‌خواهد، اینا به نظر من مشکل اساسی ایجاد کردن. ما امروزه با رهبران و نخبگان سیاسی مواجه هستیم که اینها درست است و نحو مدعی نمایندگی سیاسی از بخش از جامعه را دارن، اما مشکل اساسی همونطور که جناب شاهان هم گفتن این است که ما با یک سلسله از شبکه های قدرت مواجه هستیم که این شبکه ها بحث نمایندگی قوم سیاسی را هم چاشنی مطالبات سیاسی خود میکنه و تنازع قدرت را به وجود میاره. بنابراین ما اگر بخواهیم که در افغانستان مشکل دموکراسی را حل بکنیم یا مشکل استبداد رأی را حل بکنیم و یک روند دموکراتیک رو در عرصه قدرت شاهد باشیم، این است که باید بازیگران قدرت قاعده قدرت رو یاد بگیرن و این بازیگران ملزم و متعهد به رفتارهای دموکراتیک و رفتارهای مدنی باشند. تا زمانی که ذهن قومی قبیله‌ای و ذهن سیاسی ناشی از تک ساختی قدرت در افغانستان وجود داشته باشه، به نظر من این بحران همچنان ادامه پیدا کنه. آقای واعظی، یک جایی بالاخره باید شروع بشه، یعنی اینکه این ساختار جامعه افغانستان و کارش هم نمیشه کرد، سالهای سال اینجوری بوده، هنوزم اینجوریه، ولی بالاخره یک جایی بایستی این روندی که تغییر صورت بگیره. حالا سوال من این بود که این دولت وحدت ملی آیا میتونه آغازی باشه برای اون؟ تصور می‌کنم که این دولت میتونه یک بخش از مشکلات را حل بکنه، این در واقع یک پادزهر موقتی برای بحران سیاسی باشه، اما در ادامه باز هم اگر ما با همین قاعده بازی
و همین رهبران و نخبگان سیاسی زیادخواه مواجه باشیم، مطمئنا بحث بحران قدرت و توزیع قدرت هم همچنان مشکل ساز خواهد بود. بسیار خوب داوود، این به هر حال درسته که گفتی شما که دو تا برداشت متفاوت ممکنه در این مرحله باشه، اینا از دولت وحدت ملی، از نقش رئیس شورای اجرایی، ولی هم آقای دست اردوی آقای احمدزای و هم به طریق اولا دکتر عبدالله اینا خیلی تصریح کرده بودن که حداقل در اصلش همه اینا با هم با دولت وحدت ملی هم با ایجاد اون پست رئیس شورای اجرایی موافقن و این هم قبول کردن که در دو سال آینده برن به طرف لایجرگه تغییرات در قانون اساسی بدن که احیانا تبدیلش کنن به پست نخست وزیر یا صدر اعظمی. آیا این به اندازه کافی به نظر شما زمینه میده، زمینه توافق اونقدر قوی هست بین اینها که احیانا اختلاف جدی بروز نشه سر این مسئله و به خوبی پیش بره؟ نگرانی که فعلا وجود داره عمی هست که خب یک توافق صورت گرفت و گفته آقای وزیر هم یک مشکل در واقع در کوتاه مدت بر بحرانی که افغانستان دچار شده بود پیدا شده، ولی که در دراز مدت مثلا در جریان مذاکرات آیا دو طرف به توافق میرسن نمیرسن، چون هر دو طرف تلاش دارند که به نحو حرف اول بزنن در نهایت و این مشکل هست که همچنان وجود داره و در دراز مدت هم خواهد بود. و امروز ما مثلا دیدیم که آقای اوباما، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با وجودی که خوشبین بود از همه توافقات که صورت گرفته و از راه حلی که برای بحران پیدا شده، ولی همچنان میگفت که اگر دو طرف همچنان پایبند بمانند به توافقات که صورت گرفته و اینا، که اولین بار خواهد بود که مثلا حتی انتقال قدرت هم به شکل مسالمت آمیز از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگه صورت خواهد گرفت. ولی مسئله قدرت و دعوا بر سر قدرت، مبارزه همیشه در افغانستان ما داشتیم و بسیار سخت است که ما بگیم که دو طرف به آسانی و با سادگی بتونن با هم دیگر تفاهم کنن و به توافق برسن که بتونن به شکل مسالمت آمیزش همه چیز بین هم تقسیم کنن و یایی که به نحوی که دو طرف راضی باشن. ما شاهده همچون صحنه شاید باشیم در کدام مدت، ولی در دراز مدت همچنان به هر حال اگر اتفاق بیفته یک چیز بدیه و به هر حال خوشایند البته برای مردم افغانستان. ولی آقای شوران، حالا این وسط یک بحثی که مثلا پیش اومد، مسئله بحث اپوزیسیون بود، اگر که ما فرض بر این بگیریم که اینا به توافق میرسن و دولت وحدت ملی هم تشکیل میشه و خلاصه اختلاف رفع میشه سر این مسئله، وقت تکلیف اپوزیسیون چی میشه؟ یعنی کی اون وقت اپوزیسیونه در ساختار به اصطلاح سیاسی افغانستان؟ من فکر میکنم بعد از 2001 به این طرف ما چنین چیزی به نام اپوزیسیون واقعی نداریم. آنچه ما داریم جنجال و معاملات روی پست های کلیدی بوده، روی قراردادها بوده و ارتباطاتی که افراد مشخص با یا اپوزیسیون داشتن یا در دولت. تعریف ما از دولت خودش زیر سوال است، چون ما تعریف وقتی از دولت میکنیم به این فکر هستیم که یک سری کسا بیرون از دولت هستن و یک سری کسا داخل دولت. این تعریف غلط است. آنچه که مشخص است این است که حتی اپوزیسیون در ساختار دولت در حکومت افغانستان بعد از 2001 و از 2009 به این طرف، حتی که وقتی دکتر عبدالله در اپوزیسیون بودن، افراد کلیدی در پارلمان داشتن، در ساختار دولت داشتن، در کابینه داشتن و غیره. میکنم که چنین چیزی یک پوششی بود که برای توجیه موقعیت سیاسی خودشان. و در افغانستان بعد از 2014 هم من فکر میکنم که مسئله اپوزیسیون آنقدری که ما در غرب یا در کشورهای دیگر دموکراتی دیگر میبینیم مطرح نخواهد بود. آنچه مطرح خواهد بود منافع شب فردی شبکی افراد است تا چند نظر در ساختار دولت تا حدود به همون شکل گذشته باقی میمونه دیگه. آنچه که مهم است، یک در پالیزی که در سیاست در افغانستان یک بودش ارباب رعیتی هست، تشکیل ایجاد شبکه های کلان، بود دیگهش فرصت طلبی است. چگونه از فرصت هایی که ایجاد میشه شما بتونید استفاده کنید؟
چه شما وکیل پارلمان باشین در ولس جرگه افغانستان یا در کابینه باشین، از فرصت هایی که برای شما فراهم آمده، قراردادهایی که وجود داره شما چگونه میتونین استفاده کنین. و اگر شما مطالعه دقیق باشین، کیس نمونه کابل بانک یک نمونه بسیار عالی است که بیش از 108 وکیل پارلمان در پروسه داخل بودن، پیش از چندین اعضای کابینه داخل بودن، چندین والی داخل بودن در این پروسه، و این خودش نشان دهنده است که چنین چیزی به نام اپوزیسیون به یک نوع توجیه هست برای مردم عادی. اما آن چیزی که واقعا مهم است در فضای سیاسی افغانستان، بحران ها در کشورهای پسا جنگ عادی هست، اما و این بحران ها خیلی وقتا میتونه مثبت واقع شود. بنابراین ما میتونیم این رای زنی هایی که فعلا وجود داره به فعال نیک بگیریم که به طرف یک طرف حرکت کنیم که ثبات سیاسی را در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی تامین میکنه. و فکر میکنم برای جوان افغانی مثل ما مهم است که ما ثبات سیاسی را به هر نحوی که میشه در افغانستان حفظ کنیم، تا ما نسل آینده که در حال رشد هستند و تجربه جنگ داخلی در افغانستان ندارند و هیچ تمایلی و یا واسطه‌ای با نخبگان سیاسی قومی قبیله‌ای که در افغانستان ادعا می‌کنند یا مسائل قومی و سیاسی می‌سازند با اون ارتباط ندارند، و این نسل است که می‌تونه که به طرف یک مسیری هر کنند که اپوزیسیونی که شما میگین ایجاد کنند. من فکر می‌کنم که در حال دقیقاً اتفاقا این سوال من از شما آقای وایزی همین بود که البته این به نحوی آقای شاران مطرح کردن، و اون اینه که در دولت وحدت ملی وقتی که به هر حال اون به اصطلاح اپوزیسیون گذشته الان شریک دولته، این وسط ممکنه راه رو باز کنه برای یک اپوزیسیون نسل جوان افغانستان که هم غمش به هر حال رسیدن به قدرت در مرحله اول نیست، یعنی کسب قدرت و مبارزه قدرت نیست، بلکه مسائل واقعی جامعه افغانستانه. یعنی در دراز مدت دولت وحدت ملی میتونه حداقل این کمک رو بکنه به جامعه. بله، در خان من فکر میکنم که به دلیل یک سری بحران های اساسی و ساختاری هنوز ما در افغانستان با اون که فرصت های سیاسی خیلی مطلوبی به وجود آمد در این 10 سال گذشته، اما ما شاهد ظهور یک اپوزیسیون نهادمند و قدرتمند نبودیم. چند تا خلای جدی در برای شکلگیری یک اپوزیسیون جدی وجود داره. یکی اینکه به هر حال احزاب در افغانستان از یک نیروی مدنی قدرتمند و نهادمند برخوردار نیست، یعنی ما شاهد ظهور احزاب سیاسی مدنی که با رفتارهای مدنی بتونه الگوی سیاسی و رفتاری برای جامعه ایجاد بکنه نداریم. دومی که به هر حال این اپوزیسیونی که وجود آمده بیشتر مجموعه‌ای از ائتلاف‌ها و افراد بوده، یعنی مجموعی از قدرتمندان که با منافع محدود و مقطعی دور هم آمدن و به زودی از هم گسستن. سومین مسئله اینه که ما یک تعریف مشخص از خواسته ها، یک چارچوبی فکری مشخص از خواسته هایی که اپوزیسیون وجود داشته باشه و اون خواسته ها را بتونه به عنوان یک مطالبه کلان اساسی و سیاسی و نظارتی برای دولت موجود پیشکش بکنه وجود نداره. به این خاطر است که من فکر میکنم این بحث ساختاری و چیزی ذهنی که در راه تشکیل اپوزیسیون وجود داره یک بحث جدی است. اما با عمل اینها من فکر میکنم که چند موضوع اساسی اتفاق افتاده در عرصه بازیگری سیاسی و در عرصه سیاست جامعه. یکی این که بسیاری از همین نخبگان قومی و سیاسی یک درک نسبی از منافع مشترک رسیده، اون منافع مشترک ایجاد یک مدیریت یک قدرت مشترک است که همه در اون سهیم باشه، و تصورم است که همین درک منافع باعث خواهد شد که اینا را از ادامه زیادخواهی هایی که منجر و مسخ به اصطلاح دستاوردها و مسخ اون ارزش های دموکراتیک باشه دور خواهد کرد. مسئله دیگر این است که ما با یک سری نیروهای مدنی مواجه هستیم که این نیروهای مدنی متشکل از دانشگاهیان، دانشجویان، نیروهای فرهنگی، زنان و معلمان هست که اینها در چند سال اخیر
در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی نسبتا نقش مؤثری داشته. ادامه این روند و تقویت این نهادها میتونه به عنوان یک نیروی اصلاحگر و اپوزیسیون در عرصه سیاسی. بسیار خوب، متاسفانه ارتباط ما دوباره قطع شد، ولی خب حرفای آقای وایدی رو کاملا شنیدیم. آقای شاران، الان که به جامعه افغانستان نگاه میکنن، آقای وایدی اشاره کردن که یک نهادهای مدنی تا این سالها صورت گرفته که میتونه تبدیل بشه در آینده به یک اپوزیسیون با برنامه. شما این رو میبینید؟ یعنی که الان نسل، به خصوص نسل جوان افغانستان، این آمادگی رو داره یا حداقل زمینه رو داره برای اینکه به اونجا بره؟ البته نسل جوان افغانستان اون نسلی که در 2001 بود نیست، نسل تحصیل کرده ای هستند. ما تقریبا در حدود 5000 محصلی داریم که دکتر در ماستری خود از کشورهای غربی گرفتن. ما بیش از فعلا دانشگاه سال قبل در حدود 350000 محصل به دانشگاه ها مراجعه کردند و این ارقام قرار است که تا دو سال آینده به 500000 برسه. شما همچنان ببینید در حدود 4 تا 5 میلیون ما محصل داریم در مکاتب ابتدایی درس میخوانند. بنابراین ما و این اولین بار است در تاریخ افغانستان که ما با چنین کتله تحصیل کرده تا چند 5 سال آینده مواجه خواهیم داشت و این در تاریخ افغانستان بسیار نادر است. البته نقش رسانه ها هم نباید نادیده گیرد. نقش رسانه ها البته خیلی مهم است، همچنان که انتخابات این بار نشان داد رسانه ها بسیار نقش مهمی را بازی کردن در بسیج مردم به این که بیاین بیرون و رای بدن. در پالوی از او رسانه های افغانستان به مراتب به او بلوغ سیاسی رسیدن و از همه مهمتری که نسل جوان احساس میکنه که خلا وجود داره و این خلا دیر یا زود باید پر شه و من فکر میکنم که این فضا ایجاد شده، در حال ایجاد شدن هست و من مطمئن هستم تا 5 سال آینده که انتخابات بعدی برگزار خواهد شد ما یک نسل داریم که هیچ تجربه از جنگ داخلی افغانستان ندارن و به مراتب کمتر وابسته هستن به نخبگان سیاسی که امروز مسائل در افغانستان قومی میسازن، مسائل در افغانستان قبیله ای میسازن و اعتبار دیگر موج سازی میکنن روی موج ها استارت میشن. خیلی متشکرم آقای شاران. آقای وایزی خیلی متشکرم از شما و داود، ممنونم. یک شنبه گذشته مصادف بود با 25 سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران. آقای قاسملو و عبدالله قادری یکی از فعالان حزبش که برای مذاکره با نمایندگان دولت ایران به آپارتمانی در شهر وین رفته بودند، در همونجا و ظاهرا به دست همان کسانی که قرار بود نمایندگان دولت ایران باشند کشته شدند. قاتلان از شهر گریختند و تا به حال نه کسی دستگیر شده و نه نتیجه قانونی از این ترور گرفته شده. عبدالرحمن قاسملو سیاستمداری شناخته شده بود و در محافل بین‌المللی به خصوص در بین رهبران احزاب سوسیال دموکرات کشورهای غربی که بعضی از اونها در حکومت بودند دوستان زیادی داشت. با این حال قتل او آن هم در پایتخت یکی از کشورهای اروپایی همچنان لاینحل باقی مانده. چرا؟ برای صحبت در این خصوص دو مهمان با من هستند. آقایان رامبد لطفپوری عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران و آسو حسنزاده عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان. آقایان خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای لطفپوری، پرونده آقای قاسملو الان دیگه از دید حزب شما مختوم است، تموم شده یا اینکه کماکان داره پیگیری میشه؟ نه خیلی، این پرونده مفتوح مونده، منتها پیگیری این پرونده احتیاج به یک شخص حقوقی یا کسی داره که بتونه رسمیت داشته باشه، مثلا خود خانم نسرین قاسملو که همسر دکتر قاسملو بودن. چون حزب دموکرات به هر حال به خاطر اینکه یه حزب غیر رسمی شناخته شده در ایران نمیتونه مستقیما پیگیری پرونده رو بکنه، بلکه باید خانمشون این کار بکنه و این هزینه زیادی داره که تا حالا نتونستن. در زمان خودش که باید این مسئله تعقیب میشد،
دولت اتریش به خاطر مناسباتش با جمهوری اسلامی ایران و یه سری فروش تسلیحاتی که به دو طرف جنگ ایران و عراق در زمان خودش انجام داده بود، در حالی که اعلام بی‌طرفی کرده بود، و تهدیدهایی که ایران در این رابطه نسبت به اتریش انجام داده بود، این مسئله رو تقریبا لاینحل گذاشتش و نشد پیگیری بشه و نتیجه ای نداشت و قاتلین تحویل دولت جمهوری اسلامی داده شدن. الان هم که شما صحبت کردید، در حال حاضر مشکل این هست که اولا مدارک کافی اون چه که باید در دسترس باشه، یه سری مسائلی هست که یه سری حقایقی روشن شده در این رابطه، منتها اون چه که باید حالت رسمی داشته باشه و از طرف پلیس اتریش و اینا، یعنی چیزهای مستند زیادی در دسترس نیست و هزینه بالای مادی این مسئله هم هنوز مشکل داره، مشکل ایجاد کرده. منتها اصل مسئله اینه که پرونده هنوز بازه، یعنی پرونده از دید حزب دموکراتیک کردستان ایران مسئله مختومه اعلام نشده. بسیار خب آقای حسن‌زاده، یک شواهدی هست، این شواهد جدید که بشه به دادگاه ارائه بشه و دادگاه قبول بکنه به عنوان شواهد؟ این پرونده هنوز گشوده است، البته پرونده فعال نیست، پرونده غیر فعاله، ولی گشوده باقی مانده و هر پرونده به لحاظ قضایی و حقوقی اگه یه فاکت جدید بهش اضافه بشه شامل مرور زمان نمیتونه بشه، حتی جنایت از این دستم. میدونین در زیر فشار افکار عمومی، رسانه ها، حزب دموکرات و همه کارهایی که در ماهای پس از ترور انجام شد، با اینکه تروریست ها اسکورت شدن به ایران و آزاد شدن تحت تأثیر همون شانتاژ هایی که جمهوری اسلامی به کار برد، ولی بعدن هم کسایی که دوست قاسملو بودن و با قاسملو بودن، روایات اونا و تحقیقات پلیسی، تحقیقات یعنی یه بخش از این شواهد منتشر شده، کاملا قابل استفاده در یک دادگاه هست. ولی همون مانع اصلی، حتی مانع اصلی مسئله مالی حتما تأثیر داره، ولی مانع اصلی مشکل قانونیه، چون که یک سال، دقیقا یک سال پس از ترور، خانم قاسملو اقامه دعوا کرد به کمک حزب دموکرات و در روندی که تقریبا 3-4 سالی طول کشید جواب دادگستری این بود که سوء دخالتی صورت نگرفته و دقیقا به دلیل سیاسی این پرونده رو نذاشتن که دوباره فعال بشه. بسیار خوب آقای لطفپوری، آقای قاسملو شخصیتی بسیار کاریزماتیکی و بانفوذی بودند، نه فقط در کردستان بلکه در مجموعه ایران همیشه از یک شخصیت ملی هم ازش اسم بردند و همینطور در سطح بین‌المللی. فقدانش تا چه اندازه و به چه شکل تأثیر گذاشت روی حزب شما؟ اگه مسئله حزب ما باشه، خب فقدان دکتر عبدالرحمن قاسم، البته اجازه بدید من اینو توضیح بدم، برای اینکه گفتین حزب ما باشه، برای اینکه این دو نفری شما که اینجا هستین در حقیقت از یک حزب بودین زبان آقای قاسملو، ولی الان در داخل دو حزب هستین، حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران، و این انشعابی بوده که صورت گرفته در داخل حزب شما. بفرمایید ادامه بدید، برای توضیح برای بیننده. نه خواهش میکنم، البته منظور من این مسئله نبود، منظورم تأثیر و نقش دکتر قاسملو از یه لحاظ نسبت به حزب دموکرات و از یه لحاظ دیگه نسبت به جامعه کردستان و حتی ایران و اون چه که شما فرمودین نسبت به منطقه. منتها اون چه که به حزب ما برمیگرده، در واقع دکتر قاسملو یه سری مشخصات و ویژگی هایی داشتش که میشه گفت در میان رهبران دیگه کرد، نه تنها حزب دموکرات، در میان احزاب دیگه هم یا اصلا میشه گفت نبود یا اگه بود خیلی نادر بود. خب یه شخصیت بین المللی بود، یه کسی بود که سیاست رو هم در انفوان جوانی و در احزاب سوسیالیست و حتی جوانان سوسیالیست و در اروپا و در سطح ایران و تجربه بسیار زیادی از لحاظ سیاسی داشتن، از لحاظ علمی و تئوری خب انسان تحصیل کرده و آکادمیکی بودن و به چندین زبان دنیا مسلط بودن، جامعه کردستان رو بسیار دقیق می شناختن، از بطن این جامعه در اومده بودن
و به هر حال این سری شرایط و یه سری شرایط دیگه هم که به خصوص در زمان انقلاب ایران در سال 1357 سبب شد که شخصیت دکتر قاسم‌نوری شخصیت کاریزماتیک بشه و یک شخصیت محوری برای جنبش کرد و حتی جنبش دموکراسی خواهی در کل ایران بشه. و این فقدان چنین شخصیتی بدون شک برای مسئله برای حزب ما و برای کل جنبش آزادی خواهی در ایران یعنی معضل بزرگی درست کرد، چون گفتمانی که دکتر قاسم‌نوری تعقیب میکرد گفتمان دیالوگ، گفتمان صلح‌جویانه ای بود که متاسفانه با شهید شدن ایشون، یعنی تقریبا میشه گفت نه که بگم حزب دموکرات الان دیگه در اون راستا حرکت نمیکنه و این گفتمان رو تعقیب نمیکنه، نه، ولی خب دیگه اون حسن نیت های قبلی تبدیل به سوء ظن شده و نمیتونه، یعنی اون شرایطی که دکتر قاسم‌نوری ایجاد کرده بود الان بسیار دشوار هستش دوباره ما بتونیم اون شرایط رو ایجاد بکنیم. و در کل اگه خلاصه عرض بکنم، فقدان دکتر قاسم‌نوری یعنی هنوز هم برای جنبش کرد و به خصوص حزب دموکرات جبران نشده، یعنی یه رهبر تئوریسین، یه رهبر پراگماتیست. و شاید هم به همین دلیل آقای حسن‌زاده که آقای قاسم‌نوری به علت همون نفوذش و اون کاریزمایی که داشت تونسته بود حزب رو یک پارچه نگه داره، ولی بعد از آقای قاسم‌نوری سبب شد که این انشاء در داخل حزب صورت بگیرد. شاید اگر آقای قاسم‌نوری زنده بود همچنین اتفاقی در حزب دموکرات کردستان نمی افتاد، انشاء بوده البته در زمانی که آقای غنی بلوریان اینها از حزب رفتن، ولی اونها در همون حد موندن و به اون شکل در حزب انشعاب نشد، دیگه شاید خارج شده نظر، ولی الان دو شقه شده حزب. شما فکر میکنین نبود آقای قاسم‌نوری به مقدار زیادی سبب این انشعاب شده؟ خب فقدان آقای قاسم‌نوری حتما تأثیرات منفی رو بر حزب دموکرات، بر زندگی تشکیلاتی و سیاسی این حزب، بر تأثیرگذاری حزب دموکرات کردستان در صحنه سیاسی کردستان ایران حتما گذاشته. من فکر نمی‌کنم که یک شخص هر اندازه هم که بزرگ باشه به تنهایی بتونه وضعیت ژئوپلیتیک صعب العبوری را باش کنار بیاد، ولی با این حال هم واقعا تأثیرات منفی داشت. بسیاری از مشکلاتی که ما الان باش روبرو هستیم ناشی از فقدان قاسم‌نوری هستش، با اینکه قبلا هم مشکلاتی از این دست داشتیم، ولی من اینجا فقط نمیخوام بر این جنبه منفی فقدان دکتر قاسم‌نوری تاکید کنم که طبیعتا اگه امروز در قید حیات بود حتما نه فقط برای کردها، برای حزب خودش، که برای کل ایران و منطقه هم میتونست تاریخ ساز و گفتمان ساز و تاثیرگذار حتما باشه. ولی امروز من میخوام اینو بگم که فقط تمرکزمون نباید رو این باشه. قاسم‌نوری میگفت مرد انقلابی، زندگیش اگه انقلابی باشه مرگش هم میتونه انقلاب ساز باشه، یک امر انقلابی باشه. خود فقدان و ترور دکتر قاسم‌نوری، فاجعه ترورش یک موج وسیع از همدردی و همبستگی رو در اپوزیسیون ایرانی در محافل بین‌المللی با ملت کرد به وجود آورد. و بعدش هم فقدان دکتر قاسم‌نوری امروز که 25 سال از ترورش میگذره یک داینامیسم مبارزاتی را زاییده، به این معنی که هر سال کردستان در وضعیت فوق العاده به سر میبره در روز ترورش، که مردم کردستان بنا بر فراخوان احزاب کردی مخصوصا حزب دموکرات ها احتساب عمومی برگزار میکنن. و فراتر از اینم به نظر من این فقدانش در واقع یک نماد هویت بخش رو از قاسم‌نوری ساخته. قاسم‌نوری درسته که کرد بود، ولی با ارتباط دادن مسئله کرد به مسائل دیگر ایران و دیگر مسائل مشابه در منطقه و در جهان، در واقع یک شخصیت غیر محلی رو از خودش ساخت. و به همین دلیل هم
الان نام قاسملو با مسئله کرد با هم گره خورده و فراتر از مشکلات بین احزاب و صف‌آرایی های سیاسی اجتماعی داخل کردستان، در واقع قاسملو به یک نماد هویت طلب واقعا گرانبهای تبدیل شده. بسیار خوب. حالا این حال صحبت از آقای قاسملو و این که شخصیتش به چه شکل بود و چه تأثیری داشت و چه خواستهایی رو مطرح می‌کردند، از این زاویه هم هست که آقای قاسملو تأکیدش و شعار اون موقع حزب این بود که برای دموکراسی، برای ایران داریم مبارزه میکنیم و در یک ایران دموکراتیک اون وقت خودمختاری برای مردم کرد میخواییم. آیا کماکان این شعار اون زبان آقای قاسملو و حزب دموکراتیک کردستان ایران همین شعار حزب شماست؟ نه، الان دیگه ببینید، به هر حال اون چه که در برنامه و اساسنامه حزب دموکرات اومده در زمان خود دکتر قاسملو هم برش تاکید شده، حق تعیین سرنوشته. خب حق تعیین سرنوشت هم اشکال متفاوتی داره. یکی از اشکال اون که در زمان دکتر قاسملو حزب دموکرات بر اون تاکید میکرد مسئله خودمختاری بود، یعنی ایرانی دموکراتیک و کردستانی خودمختار در چارچوب این ایران دموکراتیک. منتها خب شرایط زمانی میتونه اینو تغییر بده. الان ما میدونیم که ایران کشوری کثیرالمله است، از ملیت‌های مختلف کرد، ترک، بلوچ، فارس، عرب و اینها تشکیل شده و این باعث شده که الان و بالا رفتن سطح آگاهی و آگاهی سیاسی این ملیت‌ها در ایران سبب شده الان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده که شعار خودمختاری دیگه کفاف این شرایط الان رو نمیده، بلکه باید شعار ارتقا پیدا بکنه. ارتقا در چه حد؟ ما کماکان معتقدیم که باید در چارچوب یک ایران دموکراتیک مسئله کرد حل بشه، منتها شکل این حل مسئله به شکل فدرالیسم هست، یعنی تقسیم قدرت در ایران و حضور همه ملت‌ها در تصمیم گیری در مرکز و هر کدوم از ملت‌ها در مناطق خودشون بتونن حکومت‌های خودشون رو داشته باشن، هم محلی خودشون رو داشته باشن و این یه شکل فدرالیسم، نوع فدرالیسمی که در خیلی از کشورهای دیگه بله هم در جریان در بسیار کشورهای آقای حسن زاده شعار حزب شما هم همینه؟ بله همینه، فدرالیسم. شما اختلافی در زمینه خواست‌های به اصطلاح ملیتون ندارین با هم دیگه؟ نه ندارین، ولی من میخوام اینو بگم که در مورد قاسملو واقعا چیزی تغییر نکرده. خودش هم ایشون هم از فدرالیسم صحبت میکرد. میدونین دو تفسیر از عقاید دکتر قاسملو در مورد مسئله ملی انحراف کننده است. یکی اینه که بعضی از روشنفکرای کرد یک ناسیونالیست بسیار رادیکال رو میخوان از قاسملو بسازن و دیگری بعضی از نخبگان ایرانی غیر کرد میخوان قاسملو رو هویت ایرانیش رو طوری جلو بکنن که به معنی انکار بعد کردی هویتش باشه. حقیقت وسط این دوتاش. دکتر قاسملو در بستر شخصی شهروند دنیا بود، ولی در بستر سیاسی و عمومی خودش رو یک کرد تعریف میکرد قبل از هر چیز. دلیل وجودی حزب دموکرات هم همین هست و ایشون حتی میگفتن که اگر یه روزی کردا کشور مستقل خودشون رو بنا کنن که همه کردا رو در هم بگیره، این نه تجزیه طلبی که اتحاد دوباره است. ولی با توجه به واقعیات روز و رابط تاریخی کردا، استراتژی مبارزاتی خودش رو در چارچوب یک ایران دموکراتیک و فدرالی بسه. اون زمان در شکل خودمختاری جای داده بود و با این هم باید دو تفسیر خیلی کوتاه رو اضافه بکنیم. یکی اینه که این به معنی این نبود که دکتر قاسملو به هر نوع توافقی با حکومت مرکزی در مورد حقوق کردها تن میداد و ماهیت بسیار غنی رو برای حقوق ملتش قائل بود. دیگری این که این یعنی ثبت کردن مبارزه در چارچوب ایران به معنی بیتفاوتی در قبال رابط همبستگی طبیعی نیست که باید کردها با سایر بخشای کردستان داشته باشند و ایشان نقش بسیار فعالی داشت در مبارزه خودش، سعی میکرد که این مبارزه مخصوصا در کانتکست
رابط با رژیم صدام حسین مثلا لطمه به کردهای عراق وارد نکنه و در بسیاری از مقطع‌های زندگی سیاسی خودش بسیار فعالانه کوشش میکرد که راه حل مسالمت آمیزی برای خودمختاری یا حقوق ملی کردهای عراق هم تحقق پیدا بکنه. بسیار خوب. البته من یک مصاحبه کردم یک ماه قبل از مرگش با آقای قاسم دو که ما در برنامه به بار دیگر پخش کردیم روز سه‌شنبه گذشته، و ایشون خیلی صریح و روشن خواستاش مطرح کردن و میگفت که ما در چارچوب یک ایران دموکراتیک میخوایم، تمام خواستهای ما در چارچوب ایرانه و ما خود را ایرانی میدانیم، این صحبتش، و هیچ ایرانی دیگه بهش اجازه نمیدیم که بگه ما از شما ایرانی تریم. درنچه خیلی تاکیدش در این مسئله خیلی صریح و روشن بود. حالا وقتمون بسیار کمه، اگه در خیلی خیلی کوتاه به من جواب بدین که الان دولت آقای روحانی کسی دستیاری داره به نام آقای یونسی که این دستیار خاص مسائل اقوام و اقلیت‌های دینیه. حرف هایم اینجا اونجا زده که به نظر میرسه که ممکنه در آینده برنامه هایی برای این موضوع داشته باشن، برای حالا تحقیق بخشی از خواستهای اقلیت‌های ایران. خیلی خیلی کوتاه اگه به من بگین که اگر که امکان مذاکره‌ای با دولت مرکزی با آقای یونسی باشه، آیا دوچار سردرگم نمیشن که ما حالا با کی صحبت بکنیم؟ ما الان چندین احزاب شاخه های مختلف احزاب کرد داریم، آیا امکان این که احزاب کرد متحد بشن سر خواسته هاشون حداقل سر این مسئله و اگر یک زمانی صحبتی از مذاکره بشه متحدن مذاکره بکنن وجود داره؟ ببینید این مسئله حالا که شما گفتین کوتاه هم صحبت بکنیم، یعنی دو سوی است. درسته، خب الان یه سری پراکندگی در میان احزاب کردی مشاهده میشه، ولی این در مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم مشاهده میشه. چه تضمینی هست که آقای یونسی یا آقای روحانی اون چه که میگه سخن اصلی جمهوری اسلامی باشه؟ نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی زیاد هستن و هر کدومشون به یه زبانی و به یه لحنی داره صحبت میکنه. منکر این مسئله نمیشم که مسئله، یعنی انشقاقاتی که توی جنبش کرد صورت گرفته و پراکندی احزاب، این خب این واقعا معضلی هستش که الان خوشبختانه در چند سال اخیر میتونم بگم یکی دو سال اخیر تلاش هایی در این زمینه داره صورت میگیره که احزاب به همدیگه نزدیک بشن و حتی اون حزب هایی که بینشون انشعابات و جدایی صورت گرفته بتونن دوباره متحد بشن. منتها در واقع به نظر من مشکل اصلی در مذاکره با جمهوری اسلامی نه آقای یونسی نه آقای روحانی، مشکل ماهیت اصلی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی این اعتماد رو از بین برده که بشه با اون مذاکره کرد. و خب الان تغییراتی صورت گرفته که ممکنه، حالا بر اساس مشاهدات آدم میتونه فقط حدس و گمان بزنه و صحبتایی که اینجا اونجا میشه. حالا بحث من این بود که ممکنه، حالا شما جواب منو دادید تا حدودی آقای حسن زاده، چون خیلی کوتاه، چون وقتمون خیلی کم بود. من فکر نمی‌کنم این تغییرات واقعی و جدی باشه، چون ما در قبل هم شاهد بودیم. من فکر میکنم مسئله آقای روحانی و این تغییرات و این برنامه‌هایی که الان دارن روش تاکید میکنن صرفا سناریوهایی هست که قبلا هم جمهوری اسلامی تکرار کرده و بازی سیاسی. من بیشتر این رو میبینم تا اینکه بشه آقای حسن زاده جواب شما. حقیقت اینه که وضعیت بهبود نیافته با وجود تمام وعده و وعیدهای روحانی در مورد به قول خودشون اقوام ایرانی و کردها. این اندازه نسبت کمی از گشایش فرهنگی هم که در سطح کل کشور یا در تهران شاید مشاهده بشه، در کردستان حتی این هم وجود نداره. وضعیت فضای امنیتی، نگاه امنیتی به کردستان کماکان ادامه داره و حتی در یک سال گذشته، یعنی تحت ولایت یک سال اول ولایت آقای روحانی، ما چند تا فقره اعدام سیاسی در کردستان هم داشتیم. مانع اصلی پراکندگی احزاب کرد نیست برای جمهوری اسلامی که مسئله کرد رو به صورت مسالمت آمیز بخواد حل بکنه. اگه روزی شرایط ایجاد شد، کردها میتونن چجوری با اختلافات بین خودشون کنار بیان و با هم
روند چالش با چالش های روند سیاسی کشور من جمله حل مسالمت آمیز مسئله کرد رو به رو بشن. ولی همانطور که دوستمون گفتن در واقع جمهوری اسلامی ما خاطری خوشی از مذاکره نداریم. جمهوری اسلامی ما به لحاظ باوری و به لحاظ مقطعی دکتر قاسم‌نو به هر دو لحاظ سر میز مذاکره رفت با جمهوری اسلامی، ولی این رژیم نشون داده که هیچ اعتقادی به همچین امری نداره. اگر فرض محال هم یه روزی ممکن شد، اون زمان به نظر من کردها میتونن که به طور متحد با این مسئله کنار بیان. بسیار خوب، خیلی متشکرم از هر دوی شما، آقای حسن‌زاده و آقای لطفوری. ممنون از شرکتتون در برنامه. و این بود صفحه دو آخر هفته این هفته. این برنامه و برنامه‌های هفته‌های گذشته در صفحه دو در وبسایت ما به آدرس bbcpersian.com قابل دسترسی است. این برنامه همینطور در صفحه فیسبوک ما هم هست. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/صفحه2. از وبسایت و همینطور از صفحه فیسبوک صفحه دو میتونید نظرتون رو درباره برنامه امشب برامون ایمیل کنید. ممنون از شما که برنامه رو دیدید. روز سه‌شنبه برنامه صفحه 2 ما رو هم لطفاً ببینید. شب روزتون خوش.